سلام، سروش هستم. بازی کودتا کجاست؟ اینجاست. بازی کودتا رو میخوام بهتون معرفی کنم. یه بازی نقش مخفی 2 تا 6 نفره. و اول اجزای بازی رو بگم بهتون. یه عالم سکه، 5 تا کاراکتر که از هر کدومش 3 تا وجود داره، یعنی 15 تا کارت. کاراکترهایی که تو بازی هستن: بزرگزاده، شاهدخت، فرمانده، آدمکش و سفیر. این 5 تا کاراکتر توی بازی هستن و چیدمان بازی. هر بازیکن همه کارت‌ها رو بر می‌زنیم، به هر بازیکن 2 تا کارت می‌دیم و 2 تا سکه اول بازی. بقیه کارت‌ها رو هم به صورت یه دسته وسط قرار می‌دیم. هدف از بازی اینه که همه بازیکن‌ها رو از بازی بیرون کنیم و فقط خودمون توی بازی باقی بمونیم. یعنی بازیکنی که هنوز توی بازی باشه و هنوز کارت داشته باشه برنده بازی کودتا میشه. هر بازیکن توی نوبتش یکی از این کارها رو میتونه انجام بده، یا میتونه یه دونه سکه از وسط برداره از خزانه که هیچ کس نمیتونه مانعش بشه، یا میتونه از کمک‌های مردمی استفاده کنه، 2 تا سکه از وسط برداره. در این صورت اگر کسی بزرگزاده داشته باشه یا ادعا کنه بزرگزاده داره، میتونه جلوش رو بگیره. یا میتونیم خودمون بزرگزاده داشته باشیم یا ادعا کنیم که بزرگزاده داریم و 3 تا سکه از وسط برداریم. در این صورت دیگه بزرگزاده ها هم حتی نمیتونن جلو ما رو بگیرن. پس کار بزرگزاده هم همین الان بهتون گفتم. کار کاراکتر بعدی آدمکشه. آدمکش میتونه 3 سکه به بانک پرداخت کنه، فشنگ تهیه کنه و یکی از کارت‌های یکی از بازیکن‌ها رو با تیر بزنه. اما اگر اون بازیکن شاهدخت داشته باشه یا ادعا کنه که شاهدخت داره، میتونه جلوی آدمکش رو بگیره. و کاراکتر بعدی فرمانده هست. کسی که فرمانده داشته باشه یا ادعا کنه که فرمانده داره، میتونه 2 تا سکه از یکی از بازیکن‌ها باج بگیره. اگر اون بازیکن فرمانده داشته باشه یا سفیر داشته باشه یا ادعا کنه یکی از این دوتا رو داره، میتونه جلوی باج دادن رو بگیره، جلوی باج رو بگیره. و کاراکتر بعدی سفیره. کسی که سفیر داشته باشه علاوه بر اینکه جلوی فرمانده ایستادگی میکنه، میتونه یک کارت رو بذاره وسط، بگه این سفیره و 2 تا کارت از وسط برداره. حالا در صورتی که 2 تا کارت از اول داشته باشه، این 2 تا کارت جدید رو بالا میبره، با اون 2 تا کارت قبلی، 4 تا از بین 4 تا کارت، 2 تاش رو انتخاب میکنه، 2 تا رو برمیگردونه زیر دسته کارت ها قرار میده. و اگه از اول 1 کارت داشته باشه، بازم 2 تا کارت برمیداره، بالا میبره و از بین 3 تا کارتش یه دونه رو انتخاب میکنه، 2 تا رو برمیگردونه زیر دسته کارت ها. کاراکتر بعدی هم که همه کاراکترها رو گفتم، آدمکش و شاهدخت و بزرگزاده و سفیر و فرمانده، توی همه این حالت ها زمانی که بازیکن کارت بازی میکنه، یعنی از قابلیت کارتش استفاده میکنه، بلوف زدن وجود داره و چالش گرفتن و به چالش کشیدن وجود داره. به عنوان مثال، زمانی که یه بازیکن میگه من بزرگزاده دارم، همه بازیکن ها مجاز هستن که بگن تو بزرگزاده نداری و اگر داری میتونی نشون بدی. اگر بزرگزاده داشت و نشون داد، کسی که تهمت ناروا زده یکی از کارتاشو باید به رو بسوزونه، و در صورتی که درست مچگیری کرده باشه، بازیکنی که بزرگزاده نداره یکی از کارتاش رو به رو میسوزونه. به همین ترتیب همه بازیکن‌ها کم کم کارتاشون رو از دست میدن و فقط یه نفر توی بازی باقی میمونه که هنوز کارت داره و اون بازیکن برنده بازیه. اگر تعداد سکه‌های بازیکن‌ها به 7 برسه، میتونن توی نوبتشون کودتا انجام بدن. به این صورت که 7 تا سکه پرداخت میکنن و یکی از کارت‌های یکی از بازیکن‌ها رو میکشن با کودتا که هیچ دفاعی هم نداره. و اگر تعداد سکه های بازیکنی به 10 تا برسه، توی نوبتش باید اون بازیکن کودتا کنه، 10 تا سکه رو پرداخت میکنه و یکی از کارت های یکی از بازیکن ها رو از بین میبره. امیدوارم که بازی رو تجربه کنید و ازش لذت ببرید. ممنون که ویدیو ما رو نگاه کردید. ما رو سابسکرایب کنید و امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.